سلام خانم ها آقایان، انشاءالله که حالتون خوبه، با آرزوی تندرستی و صلح و صفا. سلام به خانم دکتر نشاط، حال سرکار چطوره؟ احوال شما چطوره؟ متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت بیننده های عزیز، هر جای دنیا که هستین امیدوارم حال دلتون خوب باشه. حال دل شما چطوره؟ خوب. جدی؟ بله. حال دل من زیاد خوب نیست. چرا؟ جنگه. خب متاسفانه همیشه سر تا سر جهان یه جایی یه نقطه جنگ بوده و این همه رو ناراحت میکنه. دقیقاً دقیقاً. سعی کن حال دلتو خوب کنی آقای سفیدی. توکل به خدا. ان شاءالله در کنار شما و رفتن برنامه به پیش بتونیم حالمون خوب بشه. بفرمایید. با امید خدا و ان شاءالله. انرژی میخوام. بفرمایید. عرض کنم که خب به هر حال میدونید که جنگ اسرائیل و حماس همچنان ادامه داره و سازمان بهداشت جهانی اشاره کرده که درک میزان مرگ و رنج در جنگ اسرائیل غزه دشوار است. لین مایر سخنگوی این سازمان طی سخنانی در ژنو گفته است که از زمان آغازگیری بیش از 100 حمله به مراکز بهداشتی غزه صورت گرفته است. او به آمار بیش از 1400 نفر کشته اسرائیلی اشاره کرده و میگوید آمار بیش از 10000 کشته در غزه 0.5% جمعیت آنجاست. او گفته است که به طور متوسط روزانه حدود 160 کودک در غزه کشته می شود. خانم لیندا مایه بیشتر گفته بود که مردم غزه بدون داروی بیهوشی تحت عمل جراحی از جمله عملهای قطع عضو پا قرار می گیرند. خیلی دشواره. خیلی دشواره. بله، فشار بایدن بر نتانیاهو برای وقف در حملات به غزه. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره وقفه‌های تاکتیکی احتمالی در حملات به نوار غزه گفتگو کردند. جان کری همچنین گفت ایالات متحده و اسرائیل در مورد وقفه‌های موقت به دلایل بشردوستانه و نجات احتمالی گروگان‌ها در تماس خواهند بود. سران دو دولت توافق کردند که در روزهای آینده گفتگوهای خود در این زمینه را ادامه دهند. واشنگتن تاکید دارد که یک آتش‌بس عمومی گامی مناسب است، زیرا کمک‌های کافی به نوار غزه نمی‌رسد. در طول 24 ساعت گذشته تنها کمتر از 30 کامیون حاوی محمول‌های کمکی وارد غزه شدند. همچنین رهبر اپوزیسیون اسرائیل محمود عباس کنترل غزه را در دست می‌گیرد. یایر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل میگوید پس از جنگ در غزه تشکیلات خودگردان فلسطینی کنترل این باریکه را در دست گیرد. نخست وزیر پیشین اسرائیل به شبکه تلویزیونی ولت گفت استراتژی خروج من با رویکرد دولت متفاوت است. او تاکید کرد که باید تشکیلات خودگردان فلسطینی به ریاست محمود عباس را بازگرداند. اشاره شده که تاکنون بیش از 10000 فلسطینی در یک ماه گذشته کشته شدند. و اما بانک مرکزی ایران بعد از 10 ماه سکوت از جهش 74% قیمت مسکن خبر داد. بانک مرکزی ایران بعد از 10 ماه وقف در انتشار آمارهای ببخشید اون مربوط به آقای وزیر امور خارجه، بعد بذارید من بگم خبرش رو، آقای الهیان بذارید من خبرش رو بگم که ایشون اشاره کرده که امریکا نمیخواد این جنگ تمام بشه و 120 کشور در دنیا، همین آقای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلان کرده که 120 کشور حاضرن، یعنی پیشنهاد دادن که این جنگ متوقف بشه، ولی امریکا حاضر به این کار نیست. آقای الهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اینو مطرح کردن. و اما بانک مرکزی رو بعد خدمتتون عرض کنم که داشتم اشاره میکردم که بعد از 10 ماه سکوت که ساختمان بانک مرکزی است 74% قیمت مسکن افزایش پیدا کرده و بر اساس این گزارش که در وبسایت بانک مرکزی منتشر شده متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران طی ماه گذشته به 76 میلیون تومان رسیده است.
بیشترین شمار خانه‌های معامله شده نیز مربوط به مسکن‌های با زیربنای 40 تا 70 متر بوده است. اکنون گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد از ابتدای زمستان سال گذشته شتاب رشد قیمت مسکن به شدت سریع بوده و حتی در اردیبهشت سال جاری تورم مسکن از 100% نیز عبور کرده. به عبارتی قیمت مسکن در تهران بیش از 2 برابر شده است. و اما از خبرگزاری تسنیم چه خبر خانم؟ خب از چادر خوابی کارگران خبر داده که حقوق زیر 15 میلیون تومان عملا خط فقر حساب میشه. در حالی که رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری حقوق زیر 15 میلیون تومان را نشان دهنده فقر دانسته، خبرگزاری تسنیم نیز از مشکلات حاد معیشتی کارگران خبر داده است. بر اساس گزارش تسنیم، برخی کارگران به دلیل ناتوان بودن در پرداخت اجاره در چادر زندگی می‌کنند. این خبرگزاری همچنین تأکید کرده است که حمایت دولت از کارگران در قالب تعیین حداقلی حق مسکن حتی کفاف یک شب اجاره بهای خانه را نمی‌دهد. تسنیم نوشته است که کارگران به دلیل عدم توانایی در تأمین مسکن ملکی به سراغ مسکن اجاره‌ای می‌روند و سهم 70 تا 80 درصدی مسکن از حقوق دریافتی یک کارگر وی را از تأمین مابقی نیازهای ضروری از جمله خوراک، درمان، پوشاک و آموزش باز می‌دارد. و اما نتایج یک تحقیق اشاره می‌کند که مهاجران بیشتری کانادا را ترک می‌کنند. تحقیقات تازه نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر شمار بیشتری از تازه واردهایی که به کانادا مهاجرت کردند از تصمیم خود منصرف شدند. این موضوع برای کشوری که برای رشد جمعیت و رشد اقتصادی خود به مهاجران متکی است می‌تواند به یک موزل تبدیل گردد. نرخ مهاجرانی که کانادا را ترک می‌کنند از دهه 1980 تا به امروز به طور پیوسته در حال افزایش بوده است و در این میان گروه‌های تازه وارد شاهد ریزش بیشتری هستند. نتیجه این گزارش خطرات ناشی از ناتوانی کانادا در برآورد کردن انتظارات مهاجران تازه وارد را گوشتر می‌کند، امری که با بالا رفتن هزینه‌های مسکن و اوضاع متلاطم نظام مراقبت‌های بهداشتی در کنار وضعیت اشتغال ناقص یا همان بکارگیری نیروی کار زیر مقدار به بهره‌وری اشخاص و سایر مسائل بر این پیچیدگی افزوده است. سوتی چه خبر؟ من میخوام در مورد یه سوتی بامزه صحبت بکنم که عکس یه سینماگر رو به عنوان عکس آقای سهراب سپهری گذاشتن. بله، سوتی عجیب و غریب شهرداری تهران با عکس سهراب سپهری. شهرداری تهران عکس یک سینماگر را به جای سهراب سپهری در پوستر منتشر کرد. شهرداری تهران بیلبوردهایی را از تصاویر شاعران همراه با شعرهایشان در محدوده خانه موزه نیما یوشیج نصب کرده بود، اما تصویری از علی قویتن کارگردان سینما به جای سهراب سپهری منتشر شده است. البته این موضوع اتفاق جدیدی نیست. پیشتر عکسی با عنوان عکس صادق هدایت دست به دست می‌شد که در واقع تصویر او نبود، بلکه تصویری از بهروز شعیبی که در فیلمی سینمایی برگرفته شده از داستان‌های صادق هدایت به کارگردانی حسن هدایت نقش این نویسنده را بازی می‌کرد. او با گریم محسن ملکی به صادق هدایت نزدیک شده بود و یک تصویر می‌بینیم از اتاق خواب هنری آرمیتا گراوند عزیز که بله. چند وقت پیش متاسفانه کشته شد. عکسی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده که گفته میشه اتاق خواب آرمیتا گراونده که چقدر هم هنرمنده و چقدر هم نقاشی قشنگی داشته. بله. بله. روحشون شاد. چه اتاق زیبایی برای خودش تدارک دیده بود. بله. روحش شاد. دیگه خب. چه خبر خانم؟ شما تلفنتون چیه؟ آیفون. بله. میتونید برید لندن. خب. یک کمیته درست شده. اگر به اون کمیته شما بپیوندین میتونید اپل رو سو کنید. اگه تا لندن رفتم یه دونه دیگه اپل نو میخرم. خب من بهتون توصیه کردم دیگه دست خودتون. شما حالا خبر رو بخونید ببینید. بله، شکست اپل در تلاش برای رد شکایت انبوه علیه باتری‌های معیوب آیفون. جاستین گاتمن خواستار دریافت خسارتی معادل 1.6 میلیارد پوند یا 1.9 میلیارد دلار از اپل شد. شرکت اپل در تلاش برای جلوگیری از شکایتی گسترده در لندن به ارزش 2 میلیارد دلار که این غول فناوری را به پنهان کردن معیوب بودن باتری میلیون‌ها گوشی آیفون متهم می‌کند شکست خورد. به گزارش رویترز
این شکایت را جاستین گاتمن فعال حقوق مصرف کنندگان در بریتانیا به نمایندگی از 24 میلیون کاربر آیفون در بریتانیا ثبت کرد. وکلا در این شکایت استدلال کردند که اپل با بروز رسانی نرم افزاری مشکلات مربوط به باتری در برخی از مدل های آیفون را پنهان کرده و یک ابزار مدیریت انرژی نصب کرده که عملکرد گوشی را محدود می کند. بله، عرض کنم حضورتون خانم دکتر، یکی از چهره‌های مطرح هنریمون رو متاسفانه از دست دادیم. بله. زنده یاد اکبر گلپایگانی، که اعلام شده که از خاک سپاری گلپا در آرامستانی که وصیت کرده بود جلوگیری شد. خانواده اکبر گلپایگانی در یک اطلاعیه رسمی اعلام کردند که خاک سپاری این خواننده پیشکسوت و سرشناس در آرامستان زهیر و دوله در شمال تهران با وجود وصیت او انجام نمی شود. خانم گلرخ گرایلی همسر گلبا با انتشار این اطلاعیه در حساب کاربری این استاد آواز ایران در تلگرام نوشت که پیگیری برای خاک سپاری ایشان در قبرستان زهیر و دوله طبق وصیتشان انجام شد، اما ظاهرا این شرایط در قبرستان زهیر و دوله مهیا نمی شود. و آقای حمید رضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی اعلام کردند که این موضوع شدنی نیست. دلیل ممانعت در این پیام توضیح داده نشده است و گلرخ گرایری در ادامه تاکید کرده است که خانواده گلپا هیچ گونه سخنگویی نداره و تمام تصمیم‌ها برای مراسم از سوی خانواده گرفته می‌شود. عکسایی که فریبا جون داشتن نشون میدادن در ارتباط با تواضع و مهربانی استاد اکبر گلپایگانی و واقعا زبانزد خاص و عام بود. بسیار فروتن و مهربان بودند و تعامل ایشان با دوستان و مردم بسیار خوب بود. زنده یاد گلپا که از آخرین نسل‌های طلایی موسیقی گل‌های شناخته می‌شود و سالها مردم ایران را با صدای او خاطره داشتند. از جمله خواننده‌های بزرگی مثل استاد ایرج، حسین خواجه عمیدی، استاد گلپایگانی با عنوان گلپا، استاد عبدالوهاب شهیدی، استاد محمودی خانساری، استاد بنان و استاد شجریان خوانندگان بزرگ آن دوره بودند که در برنامه‌های گل‌های جاویدان، برگسته و سایر برنامه‌های آواز و موسیقی ایرانی که تهیه و پخش می‌شد شرکت داشتند و همیشه برای نوجوان‌ها و جوان‌هایی که به دنبال او بودند الگو بودند. عکسایی که ملاحظه می‌فرمایید از آقای مهدی نصیری از خبرگزاری اینا هستش که ازشون تشکر میکنم. اما خانم دکتر، عرض کنم حضورتون چندین سال قبل، میگم 1994 بود که آقای گلپایگانی برای اولین بار آمدن امریکا و من اون موقع از تلویزیون جام جم، جام جم اینترنشنال و جام جم شبانه، من اون موقع 4 سالم برنامه داشتم. بعد این سعادت نصیبم شد که رفتم فرودگاه لس آنجلس، در فرودگاه با ایشون یک مصاحبه داشتم که دنبال اون نوار اگه بتونم بگردم پیداش کنم ممنون میشم. ولی به هر حال در اون مصاحبه که من با ایشون در تلویزیون داشتم، یک دو تا قسمت کوتاه در این رابطه عرض کنم حضورتون. یکی از دوستان هستش که دوستان بسیار خوبی هستش که برای من تلگرام کردن که برمیگرده به سالیانی که یک مسابقه اختصاصی با استاد شادروان گلپایگانی داشتم که توجهتون رو به این گفتگو در اون سالهای دور 1954 باشه، 1994 من قدم پیر میشه 4 سالم بوده. نگاه میکنیم، خواهش میکنم فریبا عزیز. ولی این آهنگ که میخونم میگه خوده جا افتاده تره برای سنای بله خانم آقایون که خوده بله. بفهم خواهش اولی در دستگاه سگاست این که دل خرابه چه خرابی جان یان بادی نمونده، دل خرابه چه خرابی جان یان بادی نمونده، خیلی وقت دل تنگم
نغمه شادی نخونده، نغمه شادی نخونده. آقای گلپاگانی، زمانی که شما فعالیت خودتون رو به طور جدی آغاز کردی، چه خواننده های دیگری هم در اون زمان فعال بودن؟ اوه، شش ساله مشکلیه. خیلی خوانندگان گردن کلفتی بودن. بله، مرحوم غلام حسین بنان، مرحوم تاج، مرحوم ادیب خونساری، سعادتمند قمی، اصلا قوقایی بود. آقای دردشتی، اصلا نمیدونم، من که اصلا تنم میلرزید اون موقع میخواستم شروع کنم. این آهنگ دومی که برای جوونا آماده کرده بودم که کاستاش هست، حالا من باز اول این آهنگم برای بچه ها میگم، هم شعر خیلی زیباست، هم موسیقی است که به دل اونا میشینه. اون اسمش عشق، مال جوونه. ولی این آهنگ که میخونم آواز استاد رو که به صورت لایو در برنامه‌ای که داشتم در تلویزیون مراسم همین روحشون شاد. اما قبل از اینکه خانم دکتر نشاد، گوش میکردین صدای استاد گلبایگانی رو؟ بله، بابام خیلی دوست داشتن. زمانی که ایران بودم، بچه که بودم، تو ماشین بابام میشستم، یه وقت آهنگ گلپا رو میذاشتم. اون موقع نسبت به موسیقی سنتی شما واکنش نشون میدادید؟ یعنی مثلا میگفتید؟ من خب بچه تر بودم، میگفتم بابا این آهنگای چیه، مثلا آهنگای شادتر بزن. بعد میگفت گوش بده مفهوم آهنگ رو یاد، گوش بده ببین چقدر قشنگ میخونه، چقدر متفاوتتر از بقیه است. بعد از سال 2018 که خودم به صورت کاملا حرفه‌ای وارد دنیای موسیقی شدم، تازه فهمیدم که به به چه گنج گرانبهایی بودم. باریکرد، مرسی دکتر نشاط. قبل از اینکه من به یه خبر دیگه بپردازم در ارتباط با یک فیلم سینمایی است که کاری از هوشنگ گرمکانی، باید بریم به سراغ دفتر خانم مینا پورنگ، این بیزینس وومن موفقی که سالیان سال در زمینه ریل استیت فعال و توانسته بسیاری از ایرانیان و غیر ایرانیان رو صاحب خانه و کارشانه بکنه. البته وامی که خانم مینا پورنگ برای خرید خانه میگیرن واقعا غیر قابل رقابت هست. با خانم مینا پورنگ تماس بگیرید و خواسته خودتون رو مطرح کنید و عرض کنم حضورتون، ببینید که ایشون چه راهنمایی های گران قیمتی رو در اختیار شما قرار میده. خواهش انسان در گذر عمر با اندوخته از تجربه و تخصص با مینا پورنگ. سلام، مینا پورنگ هستم. من در 40 سال گذشته به صورت متداوم در خدمت هموطنان عزیزم در رابطه با خرید و فروش ملک و گرفتن وام‌های مسکونی و تجاری بودم و خیلی خوشحال میشم که در زمان حال که دنیا در حال تغییر هست، در خدمت شما باشم که بهترین سرمایه گذاری رو در امریکا انجام بدیم. ما پایبند سلیقه و خواسته ایرانی هستیم. برای خرید خانه بهتر، برای فروش بهتر خانه و برای گرفتن بهترین وام با مینا پورنگ. تلفن ها 949-552-6060 و 310-20-3-616. عرض کنم که آقای هوشنگ گربکانی که یکی از نویسندگان سرشناس دنیای سینما در ایران هستند و سالیان سال در این زمینه فعال هستند، قبلا یک فیلم بله تصویر آقای هوشنگ گلمکانی رو میبینیم. اخیرا فیلمی رو با نام آهو به سینما ارائه دادن که در واقع آهو به قلم هوشنگ گلمکانی نوشته شده و حکایت از انزوای خودخواسته دختری است که آرزویش را برباد رفته میبیند اما هنوز امیدش را از دست ندادم. از جمله بازیگران آهو، رضا کیانیان، علی مصفا، حامد کمیلی، سهیلا رضوی، رضا یزدانی و سبیده آرمان در این فیلم سینمایی هستند و باید بگم که آقای هوشنگ گلمکانی متولد 1333 در گرگان، منتقد، روزنامه‌نگار، مترجم و کارگردان سینماست
و مستند گنگ خواب ساخته اوست. او فارغ التحصیل رشته سینما و تلویزیون از دانشکده هنرهای درامیک تهران است و همچنین به عنوان یکی از هیئت داوران در چند جشنواره معتبر شرکت داشته. وی سردبیر و مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماهنامه فیلم امروز است. به این فیلم خانم دکتر یه نگاهی میکنیم، برمیگردیم خبرها رو از طریق شما دنبال میکنیم. بعد از دوام رفتن شما رو یه پخته میزنن تا بزنیم یه خوبی جلوش رو نگیری خیلی زودتر از اون چیزی که پخته شما میکنیم هست. من خفه میذارم تو دلت رو میرن اگه زود جلوشو نگیری خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو بکنی غرق میشی. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد. در دنیای گرگ ها اعتماد همان مرگ است. با همه باش اما تنها. شعر خودت بود؟ نه، یه دوست گرگی داشتم حالا افت. آقا سید نگه دار. آها منم شغلم بهش گفتی؟ چرا خودت بهش نمیدی؟ تو نتونستی من چجوری بهش بگم؟ دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد. بالای سرش ایستادم در حاله عطر و رنگی که از موهایش برمیخیزد. آفتاب صبح زود بر پوستش آریست و دورش هوای ییلاق و رنگ شکوفه‌های سیب را به پا کرده است. شما همسایه بنفشه خانم؟ بله. شما بنفشه خانم از کجا میشناسید؟ دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد. آهو عاشقانه از هوشنگ گلمکانی همکنون در سینماهای کشور. بله اینم فیلم آهو. امیدوارم که دانلود نکرده باشن، امیدوارم که کپی نکرده باشن. من که ندیدم. باری کلا که دانلود نکردی؟ بله امیدوارم که شما هم دانلود نکردم. من نکردم. به حال دست آقای هوشنگ گلمکانی. ولی موزیکش خیلی باحال. من دقیقا تو راه اومدن داشتم همین آهنگ رو گوش میدادم. اسم آهنگ چی بود؟ جون از مسیح و آرش. من چون خواننده های ایرانی که جدید اومدن رو دیگه خیلی کمتر اصلا نمیشناسم و مثلا یه چند تا آهنگاشون که خیلی دیگه معروف میشه رو گوش میکنم، ولی دیدم امروز زیرش نوشته بود که مسیح و آرش. نمیدونم حالا مسیح شما و آرش. میتونم من یه توصیه برای یه نسخه کوچولو براتون دارم، به خاطر اینکه بدونید تمام این خواننده ها اسمشون چیه، حتی آهنگاشون چیه. نویس یعنی ترانه سرا و آهنگساز کیه؟ یک نفر رو به شما معرفی میکنم. بفهمید. فریبا. آقا این فریبا یعنی تمام این اسامی این خوانندگان و آهنگاشون و هر چیزی که شما بگید اصلا دارالمعرف این مسئله است و بسیار هم جالبه. من دو سه تا رو فقط الان از وقتی از ایران اومدم میگم از فریبا شما هرچی میخواییم بپرسید. آره. خوبه دیگه، یه حافظه خوب میخواد. فوق العاده. بله فوق العاده. یه چی میخواستم یه آهنگ از طوفان بگم پر. حالا باشه بعدم بعد. بله. خب من در مورد آقای اشکان خطیبی میخوام صحبت کنم که روزنامه کیهان نوشت اشکان خطیبی بازیگر سینما که در جریان اغتشاشات سال گذشته از ایران خارج شد در جدیدترین ویدئوی خود گفته است که به انتهای خط رسیدم. خطیبی در بخشی از این ویدئو میگوید آنهایی که مانند من مهاجرت کردن میدانند وقتی به این نقطه میرسی یعنی ته خط، یعنی دیگر راهی نمانده است. چند بار تصمیم گرفتم همه چیز را تمام کنم، تمام یا همون خودکشی کنم. چند بار از بغض به حق حق رسیدیم، چند بار چمدان بستیم و شهر به شهر و مرز به مرز در جستجوی خانه برای خود بودیم. دلتنگی دلتنگی و دلتنگی. البته در ایمیل این متنی که کیهان نوشته طوری مطرح کرده که ایشون قصد خودکشی داره اینطوری که ولی ویدئو اینو نمیگه. نمیگه باریکلا. من از وقتی اینستامو باز کردم دیگه الان میدونم که تو دنیا چه خبره. شما میدونم که تمام پستای منو نگاه میکنی و آپ تو دیت میشی. بله دقیقاً. من 8 ماه از دنیای مجازی به دور بودم ولی الان دیگه برگشتم، ولی دیگه الان میدونم چه خبره. مثلا آقای اشکان خطیبی چی گفتن. بله فریبا جون خواهش می‌کنم بریم ببینیم اشکان خطیبی میگه ولی واقعا قصد خودکشی نه. شما خودت قضاوت کنین لطفا.
اونایی که مثل من مهاجرت کردن خوب میدونن که وقتی به این نقطه میرسی یعنی دیگه ته خطه، یعنی دیگه راهی نبوده. و همین اجباره که یه جورایی مهاجرت رو تبدیل به تبعید میکنه. خودمون و خدای خودمون میدونیم که چه لحظات دردناکی رو تجربه کردیم. چند بار تصمیم گرفتیم همه چی رو تموم کنیم. چند بار از بغض به هد هد رسیدیم. چند بار چمدون بستیم و شهر به شهر و مرز به مرز در جستجوی امنیت و خونه رفتیم و انتظار، انتظار، انتظار. دلتنگی جمع میبنده. بله. میدونی دلتنگی رو هر کسی که مهاجرت کرده باشه قطعا طبیعتا یعنی انتظار رو همه دارن. خودکشی کنم و این کیهان چقدر چخان مینویسه کی درست نمیشن این که فکر کنین درست مینویسن اون بعد به اون عقل شک کرد. نه به قوه قضاییه دستور میده که چرا مثلا شما ساکت نشستی برو اون کارو بکن. کیهان ببین قوه قضاییه آقا این کارو چرا نمیرید اینو تعقیب کنید، چرا اون کارو نمی کنید؟ حالا فردا مرمو یه چیزی مینویسن بده بخونم. همینطوریش هم مینویسن دیگه. هشدار کارشناسان درباره خشک کردن لباس روی رادیاتور و بخاری. به گزارش متخصصان بهداشت درمان که هشدار دادن خشک کردن لباس روی رادیاتور می تواند به ایجاد کپک منجر شود که اصلا خبر خوبی برای سلامت ما نیست. مدیر مرکز ملی پروفسور دیوید معتقد است که این امر می تواند به ویژه برای کسانی که به بیماری‌های تنفسی مانند آسم دچار است خطرناک باشند. او گفت که خشک کردن لباس ها روی رادیاتور می تواند تا 2 لیتر بخار آزاد کند و سطح رطوبت داخل اتاق را تا 30% افزایش دهد. این امر باعث رشد همه کپک ها از جمله آسپرژیلوس می شود که بالقوه خطرناک است. آسپرژیلوس نوعی کپک بسیار رایج است و نمی توان از آن کاملا اجتناب کرد. افرادی که به ویژه در برابر کپک آسیب پذیرن عبارتند از افراد مبتلا به بیماری ریوی یا بیماری مزمن انسدادی ریه، کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، مثلا اگر فردی که پیوند عضو داشته باشد یا شیمی درمانی می کند، کسانی که پیشتر به بیماری سل مبتلا بودند، مبتلایان به آنفولانزا یا کرونا شدید که برای تنفس به دستگاه های کمکی نیاز دارند. بله واقعا خیلی مهمه بعضی ها این لباس ها رو روی بخاری بله. یا روی شپاچه میدن به خصوصی که با شروع شدن فصل پاییز و زمستان این خطرناکه. بله. کپکی که میزنه واقعا هشدار دهنده از همونطور که دکتر نشاد اشاره کرد برای کسانی که دچار ریه هستن، تنگی نفس هستن، عرض کنم شیمی درمانی کردن. بله. اشاره شده که این کارو نکنید و به هر حال یه توصیه مهم پزشکی. اما قبل از اینکه به خبر بعدی بپردازیم اجازه بدید که من در ارتباط با محصولات غذایی صدف که کمپانی است که واقعا در طی 44 سال سلامتی تک تک ما رو تضمین کرده، نه تنها در امریکا بلکه در کانادا، اروپا و بخشی از خاورمیانه، با ارائه محصولات متفاوت و دلچسب و لذیذ توانسته است در دل بسیاری از خانواده‌های ایرانی و غیر ایرانی قرار بگیرد. با محصولات غذایی صدف که مورد تایید اداره بهداشت و دارویی امریکا هست، شما هم خانواده خودتون رو بیمه کنید. آیا شما هم فرصت کافی برای آشپزی ندارید ولی غذاهای خوشمزه ایرانی را ترجیح می‌دهید؟ های هانی، امشب شام چی هوس کردی؟ امشب هوس خورش فسنجون کردم، مخصوصاً دستپخت مامان. اوه، اوکی، پس دیر نکنی. های مام، های پسرم، شام چی می‌خوای برات آماده کنم؟ مامان جان، من خورش قیمه دوست دارم. Is grandma gonna come over for dinner too? grandma چی دوست داره؟ فکر می‌کنم خورش قرمه سبزی دوست داره. آیا موقعیت شغلی یا کارهای روزانه تمام وقت شما را گرفته؟ برای تهیه غذای خانگی دیگر نگران نباشید. صدف خوشمزه ترین غذاهای ایرانی را آماده کرده که کمتر از چند دقیقه می توانید انواع خورش، کباب و دیگر غذاهای ایرانی را با طعم خانگی بدون پرزرواتیو در محل کار یا منزل نوشجان کنید. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. از مونا فرجاد خبری نیستی که شما دارین؟ بله، یه خبری بازیگره. منتشر شده که مورد ضرب و جرح قرار گرفته، سارقین اومدن گوشیشو ازش بگیرن. بله. و
متاسفانه خودش و دوستش بودن که دمه رستورانی بوده که بعد هم مشخص شده که انگار شب قبلش همون اتفاق برای یه نفر دیگه افتاده و با غمه اون شخص پاش دچار آسیب دیدگی شده و تو همون محل بالغ بر 20 سری این اتفاق افتاده. بله. ولی رئیس پلیس تهران انگار زیر بار نمیرن و میگن که خبر کذبه و بله. فرمانده انتظامی میگه کذبه. به هر حال عکسای از ایشون که در اینستاگرام منتشر شده منظی میفهمید که دچار ضرب و جرح شده، ولی خب فرمانده انتظامی هم این میگه کذبه و همطور که نشاده شده کرد در همون منطقه که اینا ببینن به بیمارستان در همون منطقه 20 بار در عرض یک هفته 20 بار در عرض یک هفته این اتفاق برای رهگذران و یا کسانی که نزدیک اون رستوران بودن اتفاق افتاده. این رستوران تو ازش در خطر خواهد افتاد اگر مشخص بشه چیه. بله. چون همین اتفاقات نزدیک این رستوران و نزدیک اون بیمارستان میفته. حالا به هر حال باید یه دوربین مخفی اونجا بذارن. عوضش امنیت داریم. اولش نبود امنیت. شما موتور سواری بلدی؟ در حال حاضر در حال گرفتن گواهی نامش هستم. بابا شما اصلا خانم هزار شغل هستی؟ یعنی یه کاری بگو نیست که تو نکرده باشی. آخه شما از کجا این وقتا رو میاری؟ خب اون تایم آزادی که پیدا میکنم و دوست دارم اون چیزایی که علاقه دارم بهشون رو انجام بدم. مثلا یکیش خلبانیه، یکیش موتور سواریه که من برای خلبانی هم ثبت نام کردم ولی فعلا رو هولده به خاطر اینکه اونقدی وقت ندارم. من خیلی علاقه دارم. قایق سواری چی؟ من از آب زیاد میترسم، یه مقداری میترسم. در حد استخر اوکی ام. شنا یاد گرفتی؟ شنا یاد گرفتم تو 2 دقیقه. تازه قار مکزیک که رفته بودم قارنوردی هم رفتم تو عمق 6 متر ولی خب جلیقه بود. ولی واسه کسی که از استخر میترسه که کف پا، یعنی باید یه جایی میبودم حتما که کف پام به کف استخر میخورد که خیالم راحت بشه. خب من بلد نبودم، من 2 دقیقه تو 2 دقیقه شنا کردن یاد گرفتم. خانم به خلبان موتور سوار دکتر خواننده آواز بخیال دیگه چی یاد بگیم؟ همون شخص رفت قارنوردی با عمق 6 متر با جلیقه ولی رفتم. ولی خب خیلی، یعنی انقدر فاصله سر من با اون صخره ها بود. بله. ولی خب خیلی ترسناکه واسه کسایی که فوبیا آب دارن، میدونن که چه جوریه. ولی من دارم سعی میکنم یه مقداری تو سن جدید چالش برانگیز باشه زندگیم. و تازه قراره با یکی از دوستای خیلی خوبم به اسم آقای نوید سهیلیان که توی این کار هستن از سمت سان دیگو از هلیکوپتر و هواپیما که میرن بپرم. من رو یکی رو نخوام. ما به شما احتیاج داریم. من رو ترس هم قراره که پا بذارم. با ویلا باریک الله همه ترس ها رو قراره پا بذارن الا شنا. خب گذاشتم دیگه. الان خب. یه نکته بگم وسط. من خب یه مدت خیلی الان 1.5 ماه تقریبا ورزش رو به صورت کاملا حرفه‌ای شروع کردم. امروز تولد پرسونال ترینر یا همون مربی عزیزم، من از همین جا تولدشون رو میخوام بهشون تبریک بگم. آبتین شکرابی عزیز که یک آدم خیلی موفقه. آبتین شکرابی که اکثرا در سطح ملی میشناسنش و من افتخار شاگردی ایشون رو دارم. تولدشون رو از همین جا من تبریک میگم و خیلی باشم. خوشحالم که شاگرد ایشون هستم، چون علاوه بر این که فقط من ورزش رو از ایشون یاد میگیرم و من رو کوچینگ میکنن، واقعا انسان وارسته مؤدب و فوق العاده انسانی هستن که نزد دارن و مثل یه دانشگاه هست واسه من. هر 2 ساعتی که من میرم واقعا به اندازه یک دانشگاه من از این آدم درس یاد میگیرم. و تولدتون مبارک. بازم تولدتون مبارک. خیلی هم ممنون. حالا که موتور سواری رو شما دارین یاد میگیرین چه خبر؟ مردی با لباس فضانوردی در ترک موتور خرید به دست در تهران. یعنی خیلی جالبه که انتشار این تصویر با واکنش‌های بامزه کاربران روبرو شده. یکی از کاربران به نام بلموند در این باره نوشته: خدایا
یا پولدار بشم یا یه فضانورد ببینم که پشت سی جی 125 نشسته و نایلون میوه در دستشه واقع. که دقیقا اون پولدار نشد ولی اینو دید. خیلی باحال بود عکسه. اما اجازه بدید که من در ارتباط با رستوران های 5 ستاره صدف اشاره بکنم که رستوران های 5 ستاره صدف در انسینو و تازنوکس همچنان فعاله و همچنان شما بهش میگین براو براو براو. در قسمت وی آی پی رستوران صدف انسینو شما مهمانی های متعددی رو از اینکه جلسه کاری، جشن نامزدی، دید و بازدید، دیگه نمیدونم خواستگاری، به هر امکانی که هر جشن رو که مورد نظرتون هست و یا هر جلسه‌ای که مورد نظرتون هست در اینجا میتونید برید. غذاهای رستوران صدف که معرف حضورتون هست، اون عزیزانی که تشریف بردن به این دو رستوران خوب و میدونن چی از چی صحبت میکنم. بنابراین اگر احیانا شما خلاصه اینم بگم، بسیار از عزیزانی که از شهرهای مختلف به رستوران به لس آنجلس برای ویزیت و دید و بازدید عزیزانشون میان، حتما اولین انتخابی که میکنن رستوران صدفه. از شما متشکریم. رستوران های 5 ستاره صدف در انسینو و تازنوکس از حسن استقبال کم نظیر و صمیمانه شما سپاسگزارند. بدون تردید از جمله دلایل موج گرایش شما برای صرف غذاهای رستوران های 5 ستاره صدف، کیفیت و سرویس این رستوران انتخابی است. مایلید در پدیو از شما پذیرایی شود یا برایتان دلیوری کنیم و یا سفارش دهید و پیکاپ کنید. رستوران های صدف همچنان پیشتاز و 5 ستاره است و طبیعتاً براوی شما هم ادامه دارد. صدف انسینو 16240 ونچورا بولوارد 818-981-8100. صدف تازانوکس 868 ایست تازانوکس بولوارد 805-371-8100. رستوران های 5 ستاره صدف. بله چه خبر از دوستتون خانم؟ دوستم؟ خانمی کیم کارداشیان. خب درخشش کیم کارداشیان، جنیفر لوپز، هایدی کلوم و سلما هایک در ضیافت پرستاره گوچی. اغلب مهمان ها با انتخاب لباس و جواهر از گوچی قدردانی و حسن سلیقه خود را نشان دادند. شب نشینی موزه تاریخ علم و هنر لس آنجلس در فضای صمیمی اما درخشان با حضور مشهورترین ستاره های سینما، موسیقی و دنیای سرگرمی برگزار شد. افراد سرشناس صنعت هنر، فیلم، مد و سرگرمی گرد هم آمدند تا با 12th رویداد سالانه هنر و فیلم را به افتخار هنرمند جودی باکا، خالق آثار هنری پیشگام، جشن بگیرند. جشن امسال هم بار دیگر با حمایت سخاوتمندانه گوچی امکان پذیر شد و اغلب مهمان ها با انتخاب لباس جواهر از این خانه مد ایتالیایی قدردانی و حسن سلیقه خود را نشان دادند. عواید حاصل از جشن سالانه صرف گسترش فعالیت های موزه لس آنجلس خواهد شد. بله و عرض کنم حضورتون به آژانس شهرزاد بعد بپردازم، آژانس مسافرتی که عرض کنم حضورتون 40 و چند سال فعاله، آژانس مسافرتی که توانسته واقعا اون رضایت 100% کسانی که به این آژانس مراجعه میکنن مسافرین رو تامین کنه. خانم شهرزاد در ماه نوامبر و دسامبر یک تور ویژه‌ای رو دارن، تورهای ویژه‌ای رو در این دارن که حتما باید باهاشون تماس بگیرید و جزئیات رو بپرسید. در نتیجه با خانم شهرزاد تماس بگیرید. عزیزانی هم که میخوان برن لاس وگاس، ایشون هم یه تور خاص خودشون رو دارن و میتونن از قیمت و موقعیت تور لاس وگاس هم از خانم شهرزاد بپرسن. با دو چمدون میتونید تشریف ببرید ایران، با دو چمدون برگردید. ضمن اینکه بهترین قیمت ممکن الان پرواز ایران، پرواز امریکا به ایران بسیار بسیار مناسب در اختیار شماست. آژانس مسافرتی شهرزاد، مطرح ترین آژانس مسافرتی، پیشرو، مطمئن و مبتکر. شهرزاد سالهاست در جامعه کشور میزبان ایدئال ترین خدمات منحصر به فرد را ارائه داده است. از شهرزاد ترافل بلیت خودتان را به هر نقطه دنیا تهیه فرمایید و پول آن را بعداً بپردازید. شهرزاد ترافل مبتکر تورهای خاطره انگیز به نقاط دیدنی جهان.
همسفر همیشگی شما شهرزاد تراول. با شهرزاد تراول با خاطری آسوده پرواز کنید. نشانی 1641 وست فود بلوارد، تلفن 310-477-9400، 310-477-9400، شهرزاد تراول. خب کوچه‌وار سفید قراره بپوشین هفته آینده؟ من همیشه میتونم بپوشم. من توجه کردین از روزی که توی این برنامه اومدم تا به امروز هرگز لباس تکراری نپوشیدم؟ واوی به این فکر کردین؟ اصلا واقعا توجه کردین؟ نه دیگه توجه نمی‌کنین دیگه. من به چشم بینندا، برای چشم بینندا ارزش قائلم. هر سری با لوک جدید. ولی حالا جدی خارج از شوخی، کت شلوار سفید سبک جدید شاهزاده خانم. خانم شما کجا کار میکنین که میتونه هر دفعه این رو بمون بتونیم دیگه بعد این همه سال دیگه اگه الان نتونیم هفته یه دست لباس برای خودمون بخریم که دیگه. شما به فکر اون ده تا بچه‌ای که در نه اونا جاشون اوکیه، اونا در رفاه کاملن. شما مادر اون ده تا بچه بهشون برس، به خودتون شبروز برس به جای هفته. کت شلوار سفید سبک جدید شاهزاده خانم هاست. شاهدخت لئونور اسپانیا در 18 سالگرد تولدش با کت و شلوار سفید ظاهری بسیار جدی و شیک ظاهر شد. لباسی که شاهدخت لئونور در مراسم سوگند به قانون اساسی اسپانیا پوشیده بود، پیشتر نیز بر تن کیت میدلتون و میگان مارکل و دیگر اعضای خانواده های سلطنتی نیز دیده شده بود. سبک جدیدی که به نظر می آید خانم های بیشتری در خانواده های سلطنتی جایگزین پیراهن و بلوز و دامن کردند، در حالی که نسل های قبلی زنان سلطنتی به ندرت لباسی جز پیراهن و کت و دامن می پوشیدند، کت و شلوار اکنون انتخابی جدید برای وظایف سلطنتی مدرن است. خب من نکته پزشکی بگم. حتما. فقط قبل از که شما اون نکته پزشکی رو بگین، یک در تلگرام یه آقای میانسالی هستن یه آوازی رو خوندن. بفرمایید. از فریبا عزیز می‌خواستم خواهش کنم که این دوست عزیز ما رو پخش کنم ببینین چه حالی باید پخش بکنیم. جون دلم بفرمایید. احوالی داشتم، چال خوبی داشتم، چه روزگاری داشتم، هرچی بین ما بود ویسکی یا شراب بود، این دو روز مستی غم خوردن خطا بود، خطا بود، خطا بود. اشکم دونه دونه از دید روونه، ای خدا دیده با دل هر دو روونه، دل من هنوز جوونه، نکنه تنها بمونه توی این عهد و زمونه. تو می نوتر بگی بخون. خب بپردازیم به آخرین خبر. آخرین خبر که خبر هم ورزشیه هم پزشکی. اینو میخوام به خدمتون عرض کنم که متخصصین، تنها حرف من هست، حرف متخصصین هم هست که شما جنسیت، ژنتیک و سن خیلی تأثیر گذاره بر میزان چربی که دور شکم شما هست و این فقط تمرین کردن و ورزش کردن بر روی ناحیه خاصی از شکم تاثیرگذار نیست برای لاغری و لاغری شکم. و من خودم به شخصه الان که ورزش حرفه‌ای انجام میدم اصلا تمرینات شکم ندارم ده. چون شما وقتی که کاردیو هوازی کار میکنین کم کم این چربیه میریزه و از همه مهمتر رژیم غذایی مهمه. بسیار. وقت معلمه ما تموم شد. شما هم با لباس این جنسش چیه؟ ساتن. کاتنه. ساتن. خیلی زیباست. دامن جنسش چیه؟ نمیدونم. وقت برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. تا فردا ساعت 4:15 دقیقه به وقت لس آنجلس در برنامه تاک شو. از تک تک شما سپاسگزارم. از فریبا عزیز کارگردان فنی برنامه هم بسیار تشکر میکنم. خانم دکتر مرسی. روز روزگار بر شما خوش. خدا.